کردم که پاسپورتمو گم کنم و این بده. سفارت هم نداره ایران اینجا، مشکل اینه. سفارت ایران وجود نداره تو سنگاپور. نزدیکترین کشوری که سفارت هست مالزیه. بذار پیام بدم به یکی از دوستان بگم زنگ بزنه سفارت ایران تو مالزی بپرسه چی جوری. اینجا سیم کارت هم ندارم، واسه سیم کارتم بعد پاسپورتتو نشون بدی. مثل اینکه کلا هم حساسیتشون بالاست. فقط واسم دعا کنید. البته اینو دارید میبینید دیگه وضعیت من مشخصه، یا برگردوندنم ایران. بختم به خدا. یعنی همین 3 ساعت پیش از اینجا سوار اتوبوس شدم رفتم هاستل. الان پیدا نمی کنم اونجایی که باید سوار اتوبوس می شدم کجاست. واقعا دلم واسه مغزم می سوزه، انقدر بهش شوک و اینا وارد شده توی یه ماه گذشته که فکر کنم توی یه سال هم نباید انقدر شوک به مغز آدم وارد شه. دو جا رفتم واسه پول اکسچنج کردن، تعطیل بوده 105 بستن، امیدوارم این باز باشه چون پول هاستل رو ندادن. رفتم دیگه ازش اصلا گری کردم واسه شنو اینا، گفتم تو برو کارات انجام بده چون که پول کم داشتم، پول چنج نکردم، پول کم نداشتم، دلار سنگاپور نداشتم. بهشون گفتم میتونم دلار آمریکا بهتون دیپوزیت بدم الان تا برم، و بیام اینجوری بودن که نه تو برو یه فکری بالا این پاسپورتت بکن اصول. ولی آره الان تو بافت قدیمی شهرم اون قسمت مدرنی که عکساشو دیدیم و اینا اصلا اون برا نیستم دیگه، برام پول اکسچنج کنم یکم خیلی گرونه، خیلی گرونه. یعنی واقعا من نمیدونم 4 روز میخوام اینجا چیکار کنم وقتی اینقدر همه چیز گرونه. ولی خب حالا دوره همین دیگه، ببینیم که چی میشه. ولی خیلی گرونه. یا اول پس سنگاپور خیلی گرونه شوخی نمی کردن. اینو میبینی؟ 4 دلار سنگاپور. حالا من یک بالاخره آدم همه یک کشورها رو باید ببینه، منم همین بغل بودم، گفتم بذار به اینجام سر بزنم. میدونی چی میگم دیگه؟ خدا میدونه که من از آسیای شرقی بخوام رد بشم، هیچ وقتم یک کاره به خاطر سنگاپور که با نمیشدم از ایران بیام اینجا دیگه. حالا دیدم تایلند هم مالزی هم، گفتم سنگاپور هم همون بغله، بذار 3-4 روز هم برم اونجا.
اولی که اینجامه دیروزم بودم البته، ولی خب دیروز ظهر رسیدم دیگه. بعد هاستلش گرفتم خیلی خوبه، فقط لوکیشنش خیلی بده، دور از همه جا، ولی جدا از لوکیشنش همه چیش عالیه، خیلی حس خوبی دارم توش، خیلی راحتم، خیلی هم کلا سنگاپور خوشگله. مالزی نسبتا هم قیمت ایران بود، تایلند ارزون تر از ایران بود به نظر من. نمیدونم اینجا که نمیدونم، اگر رفتم اروپا اینجوری داره پول از جیبم میره. واقعا دیشب یه تیکه وحشت کرده بودم از میزان پولی که خرج شده بود، هیچ کاری هم نکرده بودم با اینا. بعد اینکه کامل سوختم، سوختنم جد میرن آفتاب میگیرن برنز میشن، متفاوته با سوختن من، چون لوسیون و اینام نمیزنم، فقط دارم میسوزم. بعد آها اینجا چرا انقدر چیزه، خیلی قانونای سفت و سختی دارن، مالیاتشون 20% کمه نسبتا خوبه، خیلی داره سرمایه گذار خارجی میاد اینجا خونه و ملک و اینا میخره. سرمایه گذار خارجی چرا میاد؟ چون که شرایط خیلی استیبلی داره، احتمال اینکه سنگاپور هم وارد جنگ بشه نزدیک به 0%، به خاطر همین خیلی میان خونه میخرن، ولی تکس خارجی میزنن بهشون. بکنم 60% بیشتر باید پول بدی، یعنی 60% باید تکس بدی اگه خارجی هستی میخوای اینجا خونه بخرید. ولی بازم آمریکایی‌ها و چینی‌ها و اینا پا میشن میان اینجا ملک میخرن. اعدام هم دارن، مثل اینکه توی پرواز هم میگن وقتی که هواپیما میشینه باید بگن که آره اینجا اکزیکیوشن و اینا هست. چون دو سه هفته پیشم چیز من نشد، من خواب بودم کل پرواز رو، شاید هم گفته باشن نمیدونم، دو سه هفته پیشم یه بنده خدایو اعدام کردن چون که از مالزی چیز کرده بوده، داشته وید قاچاق میکرده، اعدامش کردن. خب اینجا اصلا یه شهر دیگه، انقدر که کوچیکه، کشور اصلا نیم، کشورها ولی میگم خیلی از تهران هم کوچیک‌تر فکر کنم. خیلی چیز فیسبوکاشون کنترل میشه، اگه کسی بر خلاف کشور و حکومت و اینا صحبت بگه من قوم از اینجا متنفرم و اینا، کسی که اینجا پاس دارن یا حالا چه می‌دونم ساکنن به هر دلیلی میان بالا سرشون. این داستانا رو دارن اینجا، کلا خیلی سفت و سخته. ولی مثلا که کلا آدم‌ها خیلی چیزه، دنبال روی قوانینن، خود لوکالا قانون گذاشتن جلوشون، اینا هم رعایت میکنن دیگه. چشامو نگاه تو رو خدا. Thank you.
اومدم یادم رفت قطعه‌ام با خودم بردارم، چشام خیلی بد رو شده بود، چون بس سه بار روز سه بار بر مینداختم دیگه، صبح زور شب دیگه. رفتم خریدم یه دونه دیگه، امیدوارم قاطی نشه، چون اون هم خب همینه دیگه، دوتاش چیز شده، دوتاش ضد عفونی کننده چشم و اینا دیگه. اینا هم خیلی سبک زندگی اکتیوی دارن، هر بار نگاه میکنی یکی داره میدوه، یکی اومده دو چرخه سواری. مخصوصا شبا، هم این پارکی که الان اومدم ایست کوست پارک اسمش، همون بخش مدرنش رو اینا دور اون لیکی که هست، دور اون چیزی که هست، دریچه‌ای که هست، خیلی میان میدوئن، جزو مثلا خیلی خیلی اکتیون، تغذیه‌شون هم که خوبه.